بسم الله الرحمن الرحیم. سخن درباره اندیشه های متافیزیکی بود. ملخصا گفته بودیم که اندیشه های متافیزیکی از مقوله اندیشه های حقیقی هستند و اندیشه های حقیقی هم مصداق واقعی در عالم خارج می توانند داشته باشند، بنابراین مشمول صدق و کذب می شوند. در نوبت گذشته بعضی تعاریف و معیارها رو که به گمان ما درباره متافیزیک معیارهای نادرستی هستند توضیح دادیم و بیان کردیم که چرا و به چه دلیل ما اون معیارها رو در مورد اندیشه های متافیزیکی صادق و مقبول نمی شناسیم. امروز می‌خواهیم بعضی انواع اندیشه‌های متافیزیکی رو توأم با نمونه‌های ذکر کنیم و توضیح بدهیم که معیار دقیق این اندیشه‌ها چیست و برای بازشناسی اونها از چه ویژگی‌هایی می‌توان کمک گرفت و بعد از اونها چه انتظاراتی می‌توان داشت و به کمک اونها چه نتایجی میتوان گرفت. در مورد اندیشه های علمی دیده بودیم که اندیشه های علمی و مخصوصا اندیشه های علمی کلی دو ویژگی اساسی دارند. یکی این که مقیدند، گزینشی‌اند و دوم این که توسط تجربه قابل نقدند و با تمام حالات ممکن که در تجربه با اونها برخورد می کنیم سازگاری ندارند و نسبت به جهتگیری پدیده ها در جهان خارج حساسند و به همین جهت تجربه ها می توانند با اونها درفتند و اونها رو واژگون کنند. از نتایج مهمی که از اندیشه های علمی می توان گرفت، یکی پیشبینی در طبیعت و در عالم و قلمرو تجربه بود. گفته بودیم که هرگاه اندیشه کلی و علمی در اختیار داشته باشیم، یعنی اگر قانون یا تئوری علمی نزد ما باشد، ما به کمک آن می توانیم پیشبینی های تجربی انجام دهیم و این پیشبینی های تجربی هست که در واقع به منزله تستی و امتحانی برای بازنمودن صحت یا بطلان تئوری به کار می رود و در صورت عدم وقوع پیشبینی، تئوری یا قانون مزبور و پیشبینی کننده بر می افتد. اندیشه های غیر علمی و از میان آنها خصوصا اندیشه های متافیزیکی، گرچه در اصول خواص اندیشه های حقیقی با سخنان و نظریات علمی اشتراک و تشابه دارند، اما به خاطر ویژگی هایی که دارند معیار شناخت آنها با معیارهای شناخت نظریات علمی تفاوت محسوس و قاطع دارد و غرض ما هم در این گفتار بیان اون تفاوت ها و دادن معیارها برای شناخت این اندیشه هاست. در مرتبه اول باید بگوییم که اندیشه های کلی متافیزیکی و یا به تعبیر دیگر قانون های فلسفی، قانون هایی هستند که اولا مقید به قیدی نیستند. غرض ما از عدم تقید به قید عبارت از این است که از آن موجود خاصی نیستند و از آن چهره خاصی از موجود خاصی نیستند، بلکه از آن همه موجوداتند و به تمام جنبه ها و جوانب موجودات تعلق می گیرند. به تعبیر دیگر و به تعبیر فلسفی تر، این قوانین و این نظریات متعلق به مطلق وجودند، متعلق به هستی خالصند. ما هر موجود خاصی رو که در نظر بگیریم، اون موجود
همه وجود نیست، همه کیفیات و خواص و ابعاد و وجوهی که در تمام هستی دیده می شود در یک موجود خاص خلاصه نشده است. هر موجودی بخشی از هستی را با حدود و ابعاد خاصی به خود اختصاص داده است. همه ما می دانیم که سیب پرتقال نیست و پرتقال سیب نیست، سنگ چوب نیست و چوب سنگ نیست. بنابراین هر کدام از این هویات در داخل محفظه خاصی وجود دارند. محفظه چوب بودن چوب را چوب کرده است و محفظه سنگ بودن سنگ را سنگ کرده است. و به این خاطر اگر قوانینی درباره سنگ از اون نظر که سنگ است وجود داشته باشد، اون قوانین درباره چوب از اون نظر که چوب است صادق نخواهد بود. در غیر این صورت چوب و سنگ یکی خواهند شد. و همچنین است در مورد هر پدیده دیگری، قوانینی که بر الکتریسته صادقند و به طور خاص متعلق به ماهیت خاص الکتریسته اند، البته بر حرارت صادق نخواهند بود و قوانین حرارت هم بر قوانین جاذبه صادق نخواهند بود. به این لحاظ است که ما در عالم علم همچنان که در گذشته به طور مبسوط توضیح دادیم، جز به طور مقید و گزینشی سخن نمیتوانیم گفت. یا قوانین جاذبه داریم، یا قوانین الکتریسته، یا قوانین تشعشع حرارت و یا قوانین سایر موجودات خاص. اما اگر قوانینی داشته باشیم که ناظر به خصوصیات موجودات خاص نباشد و بلکه تمام این موجودات رو از یک جنبه عام که در تمام آنها مشترک است در نظر بگیرد و سخنی که میگوید و قانونی که میدهد متعلق به اون جنبه مشترک عام باشد، در این صورت این قانون بر تمام پدیده ها صادق خواهد بود و از آن همه موجودات خواهد بود و نمیتوان موجودی از موجودات یا پدیده‌ای از پدیده‌ها یا وجهی از وجوه هیچ موجودی را یافت که از شمول اون قانون بیرون مانده باشد. چنین قانونی، چنین سخنی اگر یافت شود، سخن علمی البته نیست و متعلق به معرفت متافیزیک است، به تعریفی که ما در اینجا به کار می‌بریم. بنابراین نخستین خصوصیت اندیشه های متافیزیکی در این نیست که کلی‌اند، قوانین علمی هم کلی‌اند. در این نیست که متعلق به موجودات مادی‌اند، قوانین متافیزیکی هم متعلق به موجودات مادی‌اند. بلکه نخستین خصوصیت قوانین متافیزیکی در این است که متعلق به وجود است و این وجود در هر جا رخنه کند و در هر جامعه پدیدار شود و به هر رنگی که درآید، در آنجا قوانین متافیزیکی را حکمی و سخنی هست. از این لحاظ عام بودن رو در قوانین متافیزیکی باید خوب به خاطر داشت که به چه معناست. از اون طرف حتی وقتی که این قوانین متافیزیکی درباره یک موجود خاص صدق می کنند، صدقشان درباره اون موجود خاص هیچگاه به جنبه‌ای از جوانب اون موجود صادق نیست، بلکه سراپای موجودیت یک پدیده رو فرا می‌گیرند. قوانین علمی هم درباره دسته‌ای از موجودات صادقند، اما درباره همان دسته هم که صادقند، فقط وجهی و چهره‌ای از وجوه پدیده‌های اون دسته خاص رو در بر می‌گیرند. فرض کنیم وقتی که درباره حرارت و تشعشع حرارت قانون میدیم، یا درباره مایع بودن و جامد بودن، یا درباره جذب و دفع قطب‌های مغناطیسی و امثال اونها، ببینیم که ما چگونه قانون سازی میکنیم و قانون‌های علمی ما ناظر به چه معانی و اموری هستند. در تمام این موارد هیچگاه وقتی که قانونی بیان می شود، تمام یک موجود رو زیر بال و پر خود نمی گیرد، بلکه فقط اون
جنبه را در نظر می گیرد که در قانون علمی گزیده شده است و درباره او سخن گفته شده است. مثلا در مورد جذب و دفع قطب‌های مغناطیسی، رنگ یک مغناطیس دیگه مورد نظر نیست، حجمش مورد نظر نیست، در چه زمانی این اتفاق می‌افتد مورد نظر نیست، فقط یک چهره مخصوصی برگزیده شده است و درباره جذب و دفعی که در اون چهره اتفاق می‌افتد سخنی و حکمی داده شده است. اما قوانین متافیزیکی در عین اینکه درباره موجودات صادقند، اما صدقشان نظیر صدق قانون‌های متافیزیکی نیست، بلکه وقتی به پدیده‌ای تعلق می‌گیرند به تمام سراپا و هویت و همه وجوه و ابعاد اون پدیده تعلق می‌گیرند. وقتی که ما می‌گیم معلول به علت خود اتکا دارد و این یک قانون متافیزیکی است، این اتکای معلول به علت در تمام وجوه اون پدیده است. وقتی که رنگ او رو در نظر میگیریم، حجم او رو، جرم او رو، خواص مغناطیسی او رو، حرارت او رو، کمیت او رو، کیفیت او رو، این معلول از همه این جهات متکی به علت خود است. بنابراین قوانین متافیزیکی مثل یک روحی سراپای موجودات رو فرا گرفتن که بعدی از ابعاد یک موجود بیرون از اونها نمی ماند. وقتی که به عنوان مثال ما ضمن قوانین متافیزیکی بیان می کنیم که اعاده معدوم محال است، یعنی نمی توان موجودی را که معدوم شده است دوباره برگرداند، خود موجودی که معدوم شده است برگشتنی نیست، این یک قانون متافیزیکی است و اگر خوب در معنای آن تأمل شود حتی از فرط وضوح در حد بداهت است، یعنی مثل یک امر بدیهی است، هرچه که برگردانده شود خود آن موجود نخواهد بود بلکه مثل آن موجود است و مثل یک موجود با خود آن موجود البته متفاوت است. بنابراین هیچگاه یک موجود را اگر معدوم شد نمیتوان با حفظ شخصیت و عینیت دوباره احضار کرد مگر اینکه معدوم نشده باشد. در این صورت اگر به خوبی توجه کنیم، این قانون که یک قانون متافیزیکی خالص و روشن است باز به تمام سراپای یک موجود تعلق میگیرد، به هیچ وجه به کمیت او، به کیفیات او، به وزن و حجم و رنگ و سایر صفات او به طور خاص متعلق نمی شود، بلکه همه موجود را در نظر می گیرد و درباره آن سخن می گوید. بنابراین از مشخصات اصلی قوانین متافیزیکی مقید نبودن آنهاست و در این مقید نبودن ما دو معنا را در نظر داریم. یکی این که این قوانین متعلقند به مطلق هستی، بنابراین هر جا پای وجود به میان آید این قوانین در آنجا حاضرند، و دوم این که وقتی درباره پدیده‌ای صدق می کنند درباره جنبه‌ای از اون پدیده نیست که صدق می کنند، بلکه درباره همه هویت اون پدیده اند و از این لحاظ به طور مطلق غیر گزینشی‌اند. اما صفت دومی که ما در قوانین متافیزیکی می‌شناسیم این است که به کمک هیچ تجربه‌ای نمی‌توان بطلان این قوانین را نشان داد. ما نمی‌خواهیم بگوییم که قوانینی که متافیزیکی‌اند همه درستند، این منظور ما نیست و اصولاً همونطور که در گذشته هم اشاره کرده ایم ما بر سر نشان دادن درستی و نادرستی اندیشه ها نیستیم. هر اندیشه‌ای به راه خاصی صحت و بطلانش آشکار می شود. ما فقط بر سر نشان دادن بافت و جنس اندیشه هاییم و روابطی که می تواند بین اندیشه ها باشد، مجاز است که باشد و یا نامجاز است که باشد، و نشان دادن راه های مغالطه‌ای که از طریق نشناختن و تمیز ندادن این روابط مجاز و غیر مجاز است.
این تنها غرض ماست از این سلسله بحث ها. بنابراین وقتی که حتی یک اندیشه متافیزیکی نادرست است و البته میان اندیشه های متافیزیکی افکار نادرستی هم یافت شده و میتواند یافت شود، ما فقط مدعی هستیم که این نادرستی را تجربه نشان نمیدهد، نه اینکه در آنجا ما به فکر نادرستی برخورد نخواهیم کرد. در حقیقت اون چه که حکیمان رو با هم به نزاع واداشته بود، اون همه اختلاف نظر که بین فیلسوفان و متافیزیسیان ها بوده و هست، همه بر سر این است که اندیشه ها و آراء یکدیگر رو نقد و تحلیل و رد می کردن. بنابراین در آن قلم رو هم ما صادق و کاذب داریم، درست و نادرست داریم، اما همه سخن بر سر این است که روش تمیز نادرستی اندیشه های متافیزیکی چیست. دیده بودیم که مشخص اندیشه های علمی این بود که روش تمیز نادرستی آنها تجربه است و صادق نیفتادن این اندیشه ها در تجربه چندین بار و به اندازه اطمینان بخش به خودی خود و به خوبی نشانگر بطلان اون آرا است. اما آیا در مورد اندیشه های متافیزیکی ما میتوانیم دست به تجربه بزنیم؟ و آیا تجربه در این راه میتواند کمک ما باشد؟ به هیچ وجه. اگر بتوان به کمک تجربه‌ای بطلان اندیشه متافیزیکی یا صحت او را ثابت کرد، در این صورت این نظر تجربی است، یعنی علمی است و نه متافیزیکی. اندیشه های متافیزیکی در عین اینکه در امور مادی صدق می کنند، اما ثبوت و بطلانشون از تجربه مایه نمی گیرد. این دو صفت مهم در اندیشه های متافیزیکی است. نکته ای رو که باید اینجا به او اشاره کنیم این است که بطلان یا صحت اندیشه های متافیزیکی یک شاخص مهم دارد. اندیشه های متافیزیکی صادق و درست در همه پدیده ها صادقند و اندیشه های متافیزیکی نادرست در هیچ پدیده ای صادق نیست. به این خاطر است که در اینجا قانون همه یا هیچ حاکم است. نمی توان دید که اندیشه متافیزیکی در جایی صادق است و در جایی صادق نیست، تا به این ترتیب بتوان از عدم صدق او بطلان او رو نتیجه گرفت. چنین انتظاری البته عبث است. ولی اگر اندیشه متافیزیکی نادرست باشد، هیچ جا نمونه ای از اون رو نمی توان یافت، و اگر درست باشد، همه جا و در همه چیز نمونه او رو می توان یافت. ولی البته این درستی و نادرستی هیچگاه مشروط به این یافت شدن یا یافت نشدن نیست، یعنی مبتنی بر تجربه نیست. به تعبیر دیگر نمیتوان گفت چون در تجربه صادق میافتد درست است، بلکه میباید گفت چون درست است در تجربه صادق میافتد. نمیتوان گفت چون در تجربه راست نمی آید نادرست است، باید گفت چون نادرست است در تجربه راست نمی آید. اما اینکه ملاک درستی و نادرستی این اندیشه ها چیست و ما از چه راهی به نقد آنها می پردازیم، این برای خود باب دیگری است. به طور کلی ما هنگامی که به نقد اندیشه های متافیزیکی می پردازیم و هنگامی که به ویژه در داخل یک نظام متافیزیکی منسجم جستجو می کنیم، دو نکته رو همواره باید در نظر داشته باشیم. یکی این که در داخل اون نظام پذیرفتن تناقض مقبول و معقول نیست. نمیتوان یک مجموعه منسجم مرتبط از اندیشه های متافیزیکی داشت و شکافی رو در اثر وقوع تناقضی نادیده گرفت. اگر چنین شکافی افتاد، اون نظام محکوم به شکست است و باید به جای او نظام ترمیم یافته ای رو جایگزین کرد. یک. دوم این که حتی در خود یک اندیشه متافیزیکی به تنهایی نمیتوان تناقضی رو باور کرد. یعنی اگر نظریه‌ای در متافیزیک منتهی به تناقضی شد، این تناقض البته نشان دهنده بطلان اون نظر است. اما این که
صحت اندیشه های متافیزیکی از کجا تضمین می شود؟ یکی صدق اونهاست در تمام موارد، که بدون شبهه هر اندیشه متافیزیکی باید چنین باشد، و در مرتبه دوم اندیشه های متافیزیکی در بسیاری از موارد تحلیل به بدیهیات می شود. یعنی وقتی که ریشه اونها رو بگیریم و به عقب برگردیم و انگیزه های پیدایش اونها رو در ذهن خودمون جستجو کنیم و ببینیم که ما چگونه و از چه طریق به این افکار و آرا راه یافته ایم، خواهیم دید که اغلب اونها به نحوی هستند که به نوعی توتولوژی، به نوعی تکرر معلوم، اونچنان که در گذشته گفته ایم، بر می گردن. و این تست بسیار شایسته و توانایی برای تضمین و تمیز صحت اندیشه های متافیزیکی است. ما نقش بدیهی بودن بعضی از اندیشه ها رو نباید فراموش کنیم. ما همه می دانیم که بسیاری از نظریات هست که بدیهی هن. یعنی همین که موضوع و محمول برای ذهن پیدا شد و به ذهن عرضه شد، ذهن در ایجاد ارتباطی بین اون موضوع و محمول توقف نخواهد کرد. حتی همین که ما میگیم الف الف است، یک امر بدیهی است، خود این بداهت دیگه قابل تفسیر و توضیح نیست. ما بدون تردید همه میدانیم که تا وقتی که الف الف است، تا همون وقت الف الف است، و این سخن از فرط بدیهی بودن حتی نیاز به گفتن ندارد، چه جای استدلال. اما اگر کمی دقت کنیم، همین بدیهیات پایه‌های بسیاری از اندیشه‌ها و علوم ما هستند، به طوری که این بدیهیات رو اگر برگیریم، ما هیچ سخنی نمی‌توانیم بگوییم. خود این که تناقض محال است جزو بدیهیات است، و بسیاری از اندیشه های متافیزیکی ریشه‌شون به همین اصل امتناع تناقض بازگشت می کنند. بنابراین یا اندیشه های متافیزیکی به توتولوژی ها برگشت می کنند، به تکرر معلوم، به حمل شیء بر نفس، و یا در ریشه از اموری بسیار بدیهی تغذیه می کنند که نفس حصول و عرضه شدن موضوع و محمول برای ذهن نشان دهنده صحت اونهاست و موجب ایجاد رابطه است توسط ذهن بین اون موضوع و محمول، و یا اینکه تناقضی در اونها یافت نمی شود. بدون تردید اگر یک نظریه متافیزیکی با یک امر بدیهی در تناقض افتاد، در این صورت اون نظریه متافیزیکی باطل است. در مرتبه دوم اگر یک نظریه متافیزیکی مشتمل بر تناقضی بود، اون نظریه البته باطل است. این به خوبی نشان می‌دهد که گریز ذهن ما از تناقض به خودی خود یک اندیشه متافیزیکی است که ما اون رو بدون نیاز به دلیل پذیرفته ایم. این که تناقض باطل است دلیلی ندارد. برای اینکه برای اثبات اینکه آیا این سخن حق است یا باطل، ما دوباره باید به معیار دیگری رجوع کنیم و هر معیار دیگری رو هم نشان بدیم که اون معیار حق است یا باطل، خود اون معیار دوباره باید به طور بدیهی برای ما پذیرفته شده باشد، و در غیر این صورت دوباره باید به عقب برگردیم و این ریشه یابی و به عمق رفتن بالاخره در جایی باید خاتمه پیدا کنه، و اون همون جاست که ما به بدیهیات خودمون دست یافته باشیم. البته ما انکار نمی کنیم که در مواردی، در اعصار و دورانهایی، کسانی اندیشه هایی رو جز بدیهیات اولیه شمرده بودند، ولی پس از کاوش ها و کنکاش های بعدی بدیهی بودن اون اصول مورد تردید قرار گرفته بود و به جای اونها بدیهی های دیگری پیشنهاد شده بودند. در حقیقت یکی از انگیزه های رشد تفکر متافیزیکی همین کاوش در بدیهیات اولیه است، و این نظیر رشد در هر معرفت دیگری است که در چیزهایی که
تا وقتی مورد قبول بودند و در آنها تردیدی روا نمی داشتند، پس از مدتی همون چیزها و همون آرا مورد تردید جدی قرار می گیرند و پس از ظهور این تردید کاوش های نوینی آغاز می شود و نتایج و محصولات تازه‌ای گرفته می شود. به این خاطر است که متافیزیک هم از این امر مستثنا نیست و راه های زیادی وجود دارد که مایه رشد این معرفت می شود. یکی از اونها افتادن تردید در بدیهیات اولیه است و همین که این بدیهیات خوب مورد کاوش قرار گرفتند یا بدیهی بودنشون آشکارتر می شود و یا بدیهی بودنشون انکار می شود و اصول بدیهی دیگری پیشنهاد و جایگزین آنها می شود. به هر روی ما از فرض و قبول یک رشته اصول بدیهی که البته همشون هم از قبیل توتولوژی نیستند نیازمندیم و دانش‌های ما بر مبنای آنها ساخته شده است. منطق یکی از فنونی است که در او بر بدیهیات به طور اوریان ما دانش خودمون را بنا کرده ایم. هیچ کس در صحت صدور نتیجه از مقدمات به طریق قیاسی تردید ندارد. اگر تردیدی هست در مفید فایده بودن اوست. این مسئله جداست. اما در این که اگر دو مقدمه داشته باشیم که به نحو خاصی با هم ترکیب شوند و از این ترکیب فرزندی به وجود آید که اون فرزند مطابق قوانین منطقی زاده شده باشد، در صحت صدور این نتیجه از اون مقدمات کمترین تردیدی نیست. معنی بدیهی چیزی غیر از این نیست. البته منطقدانان امروز همه قیاسات رو به توتولوژی ها برگردوندند، یعنی به یک بدیهی دیگر، به این بدیهی که تمام اینها نهایتاً به قضیه شبیه الف الف است برمیگردند. باز هم ما مناقشه‌ای در این ارجاع و در این ریشه‌یابی نداریم. اون چه که توضیح می‌دهیم این است که به هر حال ما از بعضی بدیهیات بی‌نیاز نیستیم و استدلال‌های ما بر مقدماتی بنا می‌شوند که اون مقدمات از جای به بعد بی‌نیاز از برهان می‌شوند. به هر روی روش نقد اندیشه های متافیزیکی به گمان ما از دو راه است: یا از راه انکار و تردید در بدیهیات اولیه که اون اندیشه ها بر اونها بنا شده اند، و یا از طریق یافتن تناقض در میان یک نظام متافیزیکی منسجم و مرتبط که مشتمل بر اندیشه های گوناگون متافیزیکی است، و یا یافتن تناقضی در دل یک اندیشه متافیزیکی واحد که این دومی نهایتاً به واژگون شدن اون فکر منتهی خواهد شد. این خلاصه نظر ماست درباره آراء متافیزیکی. متافیزیک مستقیماً نمیتواند پیش بینی کند. این نکته مهمی است. ما انتظاری که از اندیشه های علمی داشتیم یکی دادن یک پیشبینی از در قلمرو تجربه بود و البته دیگری هم دادن تفسیری از حوادثی خاص. قوانین متافیزیکی می توانند از جهان خارجی، از جهان مادی به ما تفسیری بدهند. در گذشته هم اشاره کرده بودیم که قوانین متافیزیکی فقط از آن امور ماوراء طبیعت نیستند، بلکه متعلق به تمام هستی‌اند من جمله هستی‌های مادی. بنابراین حتی به کمک قوانین متافیزیکی میتوان از حوادث مادی، از حوادث اجتماعی، از حوادث روانی تفسیری عرضه کرد. این تفسیر به هر نحو که باشد یک تفاوت بارز و مشخص با تفسیرهای علمی دارد و او عبارت است از این که این تفسیرها توانایی پیشبینی تجربی ندارند، اما تفسیرهای علمی و قانونهای علمی از این توانایی به طور چشمگیری برخوردارند. این نکته مهمی است، به خاطر اینکه ما یکی از خطاهای مهم رو در اندیشه ها این می دانیم که کسی بخواهد
با قانونی که مشخصات یک قانون علمی رو نداره پیش نشناختن ساختمان اندیشه هاست که این گفتارها به خاطر شناخت اونهاست. بنابراین از قوانین متافیزیکی انتظار پیش بینی تجربی نمیتوان داشت. ما هممون با پیش بینی های علمی آشنایی داریم، همین هواپیما که به آسمون می رود، پل هایی که می سازیم، داروهایی که به بیماران می دهیم، تمام اینها مبتنی است بر قوانین علمی و عملکرد اون دارو و نتیجه‌ای که از او می گیریم یا پرواز هواپیما و وصول به مقصدی که از او انتظار داریم، همه پیش بینی های علمی است که در صورت درست در آمدن دست کم نشانه این است که قانونی که پشت سر آنها بوده است باطل نبوده است. اما آیا ما به کمک قوانین متافیزیکی می توانیم هواپیما بسازیم؟ می توانیم حتی برای قدمی نسبت به آینده پیش بینی کنیم؟ اگر ما گفتیم که هر معلولی علتی دارد، آیا این می تواند به ما نشان دهد که نتیجه فلان جنگ پیروزی است یا شکست؟ آیا به ما می تواند نشان بدهد که فلان دارو درمان بخش است یا درمان بخش نیست؟ آیا اگر ما گفتیم که معدوم اعاده نمی شود، آیا به ما می تواند نشان دهد که قیامتی در آینده هست یا نیست؟ آیا می تواند به ما نشان دهد که مرگی هست یا نیست؟ آیا می تواند نشان دهد که فلان گیاه پژمرده خواهد شد یا نخواهد شد؟ به گمان ما هیچ کدام. و هر قانون متافیزیکی از این قبیل که متعلق به هستی است، هرگز چنین پیشبینی از او ساخته نیست. این عدم توانایی بر پیشبینی در قلمرو عمل دقیقاً منبعث از ساختمان اندیشه های متافیزیکی است. نباید این رو حمله بر ضعف این اندیشه ها کرد، بلکه این انتظاری عبث است که ما از سنگ بخواهیم که تشنگی را فرو بنشاند یا از آب بخواهیم که مانند سنگ عمل کند. هر چیز را باید در جای خود نشاند و از او توقعی شایسته او داشت. اندیشه های متافیزیکی چنان که گفتیم تمام سراپای هستی را فرا می گیرند و وقتی همه هستی را فرا گرفتند، هر چیزی که اتفاق بیفتد در حوزه آنهاست و به این ترتیب وقوع هر حادثه‌ای برای آنها امکان دارد. آنها هیچ راه خاصی را در هستی نشان نمی‌دهند. اگر چنین بود متافیزیکی نبودند. پیشبینی شأن قوانینی است که درباره یک خط خاص گفته می‌شود. شما فکر کنید که تمام هستی به منزله یک سطح هست، سطح یک میز، و بر این سطح خطوط مختلفی کشیده شده است. اگر درباره مسیر این خطوط سخن بگوییم، قانونهای علمی داده ایم. اما اگر درباره تمام سطح سخن بگوییم، یک قانون متافیزیکی داده ایم. فرض می کنیم اگر تمام جهان هستی به منزله اون سطح باشد، بنابراین بیرون از اون سطح هیچ چیزی یافت نمی شود و از این رو هر حادثه‌ای به هر طرفی برود، هر خطی که در روی این سطح کشیده شود، منحنی یا مستقیم، منقطع یا ممتد و پیوسته، به هر حال بیرون از سطح نیست و بنابراین هر سخنی که درباره سطح گفته شود بر اون خط منحنی، مستقیم، کج یا صاف صادق خواهد بود. و از این لحاظ از اون قانون متافیزیکی که درباره سطح هست انتظار نمیتوان داشت که کوچک شود و فشرده شود و به منزله یک قانون علمی خط خاصی رو نشان بدهد. این دقیقا خصوصیت اندیشه های متافیزیکی است، یعنی خصوصیت اندیشه های غیر علمی است که متافیزیک هم در آنها در اون خصوصیت مشترک است. از این لحاظ این خطاست که اگر ما مقدماتی غیر گزینشی و ابطال ناپذیر رو برگیریم و بعد به کمک آنها بخواهیم پیشبینی درباره حادثه خاصی بکنیم، به گمان ما تمام مواردی که
کسانی از روی قضا و قدر، از روی حرکت تاریخ، از روی نشان دادن ساختمان هستی خواستند به ما بگویند که آینده چه خواهد شد و راجع به موجود خاصی، جانور خاصی، آینده تکاملی او را حتی پیش بینی کنند، در تمام این موارد مقدماتی به کمک گرفته شده است که اون مقدمات توانایی زادن اون نتایج را ندارند. ما در گذشته در مورد امور اعتباری می گفتیم که از مقدماتی که مشتمل بر هست هستند باید بیرون نمی آید و از مقدماتی که مشتمل بر بایدند هست بیرون نمی آید. در اینجا می خواهیم به چند قانون که مربوط به اندیشه های متافیزیکی است اشاره کنیم. مقدماتی که مشتمل بر اندیشه های متافیزیکی هستند هرگز از اونها یک قانون یا اندیشه علمی بیرون نمی آید. یعنی علم فرزند مستقیم متافیزیک نیست. ما نمی گوییم که علم بر متافیزیک تکیه نزده است، اما می گوییم اگر کسی بخواهد فقط با جمع و تفریق و با تجزیه و ترکیب اندیشه ها و قانون های متافیزیکی به علم برسد کاری عبث کرده است و منطقا خطاست و دچار مغالطه خواهد شد و هیچ تضمینی برای صحت اندیشه های او در میان نخواهد بود. دکارت از کسانی است که به طور مشخص در تاریخ علم به چنین کاری دست زد و این گستاخی او و تجربه نادرست او برای همه کسانی که پس از او آمده اند کافی خواهد بود تا بدانند که این عمل چه کار خطا آمیز و نادرستی است. گستاخ دکارت البته نمونه مشخصی است در تاریخ علم، اما غیر از او کسان دیگری بودند که بدون اینکه متدولوژی خود را آگاهانه و صریحا بر این بنا کرده باشند دست به چنین کارهایی زده بودند. یکی از اموری که امروز باعث شده است تا کسانی ناگاهانه و نادانسته متدهای ارسطویی رو به گمان خودشون محکوم کنند احساس مبهمی است که از این نظر دارند. گمان میکنند که در متد ارسطویی عزم بر این بود تا از متافیزیک علم ساخته شود و چون باز احساس مبهمی دارند که چنین کاری نشدنی است و در این میان کمک گرفتن از تجربه اجتناب ناپذیر است، به این خاطر اون متد رو محکوم می شمارند. ما البته در اینجا فرصت بررسی این مسئله رو نداریم. اجمالاً این نکته رو توضیح می دهیم که بلی، در آراء بعضی از گذشتگان چنین گرایشی وجود داشته است و گمان می کردن که با بعضی اندیشه های غیر علمی و با ترکیب آنها می توان نتایج تجربی گرفت. ارسطو از این خطا مسئول نبوده است و بسیاری از پیروان او، اما تعیین مرز دقیق وقوع این خطا و چگونگی اجتناب از این خطا کار آسانی نیست و چنین لگد زدن یک باره به اندیشه های یک گروه از متفکران سابق نتیجه جز خود را محروم کردن از بعضی میوه های شیرین و لذیذ اون اندیشه ها نخواهد داشت. به هر روی اگر مقدماتی علمی بر هم انباشته شوند به نتیجه متافیزیکی نمی توانیم برسیم و به این لحاظ به گمان ما فلسفه علمی باطل است. یعنی متافیزیکی که بخواهد فرزند علم باشد چنین موجودی، چنین فرزندی بی هویت است، یعنی موجودیت ندارد. نمی توان با جمع و ترکیب اندیشه های علمی متافیزیک ساخت. حد اکثر می توان علم دیگر ساخت، علمی کلی تر ساخت، ولی تمام خواص علم رو دوباره خواهد داشت. یعنی به کمک علم باز علم می سازیم، اما نمی توان به کمک علم، یعنی فقط با علم، متافیزیک ساخت. برای ساختن متافیزیک ما ناگزیریم که نهایتاً از اندیشه های متافیزیکی از همون آغاز کنیم. نمی توان همه چیز متافیزیک رو از بیرون از متافیزیک گرفت. ما عین این سخن رو در مورد امور اعتباری داشتیم.
ما برای داشتن یک اندیشه اعتباری و اخلاقی نمیتوانیم همه چیز اون رو از بیرون از اخلاق اخذ کنیم. بایدها و حسن و قبهای اخلاقی از جایی به ذات و بر پای خود آغاز میشوند. نمیتوان اندیشه های دیگری رو بر هم انباشت، جمع و تفریق کرد تا از دل اونها یک باید بیرون بیاید. در اینجا عیناً چنین سخنی رو در مورد متافیزیک تکرار میکنیم. نمیتوان همه چیز متافیزیک رو از بیرون وام کرد. در جایی باید خود متافیزیک رو یافت و اندیشه هایی که بر پای خود ایستادن. البته به کمک ترکیب اندیشه های متافیزیک خالص با علم میتوان به نظریات علمی دیگر رسید یا به نظریات متافیزیکی دیگر رسید، اما از ترکیب اندیشه های علمی خالص متافیزیک ساخته شدنی نیست. از اون طرف از ترکیب اندیشه های متافیزیکی خالص علم هم ساخته شدنی نیست. این قانون رو باید به خوبی به خاطر داشت. چنین پلی بین این دو گونه اندیشه نمیتوان زد و از یکی به دیگری این گونه ساده لوحانه و عافیت طلبانه عبور نمیتوان کرد. این نتیجه که ما در اینجا میگیریم محصول تلاش بسیاری از متفکران در گذشته بوده است که چنین عبورهایی رو به طور نامجاز میخواستن انجام بدن و این عبورهای نامجاز البته خطاهای بسیاری رو به همراه آورده است. از اون طرف نکته دیگری رو هم اینجا بد نیست که ذکر کنیم، به خاطر اینکه تمام اندیشه های متافیزیکی غیر گزینشی هستند و یکی از گزینش های بسیار رایج در علوم گزینش کمیت اشیاء است، بنابراین قوانین علمی امروزه مخصوصاً بسیار کمی شدند. حتی کسانی البته به نادرست معتقدند که فقط قوانین علمی هستند که کمی و ریاضی باشند. ما این سخن را نمیپذیریم، اما عکس این مطلب درست است. قوانین متافیزیکی مسلماً کمی نیستند، به خاطر اینکه اگر درباره کمیات باشند مقید به قیدی شده اند و این تقید به قید آنها را از خصلت و صفت متافیزیکی بودن خواهد انداخت. به این لحاظ هر قانونی که به نحوی از آنها مشتمل بر کمیتی باشد یا سخن درباره کمیتی بگوید البته اون قانون متافیزیکی نیست، هرچه هم که عام باشد. کسانی تصور کردند که اصل بقا انرژی یک اصل متافیزیکی است. ما همه باید به هوش باشیم که این سخن بدون تردید باطل است، به خاطر اینکه بقا انرژی فقط درباره کمیت خاصی است به نام انرژی، درباره کمیتی به نام شتاب نیست، درباره کمیتی به نام وزن نیست. کمیات متعددی در علوم میتوان یافت و از میان اون همه کمیت های تعریف شده یکی از اونهاست که انرژی است با تعریفی خاص، و کمیت این موجود در فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی همیشه باقی و ثابت میماند. این اصل اگر فقط به همین یک دلیل باشد غیر متافیزیکی است و به این خاطر از او نتایج متافیزیکی نمیتوان گرفت. این سخن بسیار مهمی است. ما ماتریالیست های زیادی رو دیده ایم در روزگار خودمون که گمان کردند که ماتریالیزم که خود یک اندیشه متافیزیکی است به کمک علوم امروز قابل اثبات است و یکی از اون دلایلی که برای اثبات این مکتب می آورند همین قانون بقای انرژی است. می گویند که چون در قانون بقای انرژی گفته می شود که انرژی نه خلق می شود و نه کم می شود، بنابراین مجموع عالم نه خلق شده است و نه از او کم می شود و از این لحاظ معلوم می شود که جهان مخلوق کسی نیست و باز معلوم می شود که پس خالقی نداریم و باز معلوم می شود که پس چیزی جز جهان ماده موجود نیست و از این راه ماتریالیسم به ثبوت می رسد. این یکی از نمونه های اون نتیجه گیری های نادرست است. ما در همین چند دقیقه قبل اصرار می کردیم که این خطاست که از اندیشه علمی محض
پلی به یک اندیشه متافیزیکی محض بزنیم و از یکی دیگری رو نتیجه بگیریم. در اینجا میبینید که دقیقاً چنین خطایی رخ داده است. اصل ثبات کمیت انرژی در جهان یک اصل علمی است و به فرض صحت از او نمیتوان یک اصل متافیزیکی را نتیجه گرفت. و میبینید که این ماتریالیست های روزگار ما چنین استنتاج خطایی رو مرتکب شدن. این که وجود مساوی است با ماده و جز موجود مادی چیز دیگری وجود ندارد، این یک امر متافیزیکی است، این یک قانونی است درباره تمام هستی و بنا به سخنی که ابتدا گفتیم البته به گمان ما متافیزیکی است. اما اینکه کمیتی وجود دارد که اون کمیت در فعل و انفعالات محفوظ است، یک اصل علمی است و دومی از اولی بدون تردید غیر قابل استنتاج است. اگر روش ارسطویی محکوم است، این هیچ چیز کم از اون روش نمی آورد. در اونجا به گمان ابطال کنندگان اون روش عزم بر این بود که اندیشه خالص علمی از اندیشه خالص متافیزیکی بیرون آورده شود، در اینجا سیر معکوس می شود و از اندیشه خالص علمی اندیشه خالص متافیزیکی استنتاج می شود. حتی این دومی بیوجه تر است، برای اینکه می توان حدس زد به دلیل اینکه اندیشه های متافیزیکی عام‌تر و گسترده ترن، از اونها چیز خاص‌تری بیرون آید که کوچکتر از اونهاست که علم باشد. اما بطلان این شیوه دوم بداهتن روشن است که از یک اندیشه کوچکتر و فشرده تر نمیتوان اندیشه گسترده تر را نتیجه گرفت و به هر روی این استنتاج باطل است. ما فقط به خاطر اینکه نکته ای را در اینجا گوشزد کرده باشیم که این شبهه در اذهان شنوندگان ننشسته باشد، باید ذکر کنیم که علاوه بر اون نقصان اصلی که در این استنتاج هست، نقطه ضعف دیگری هم هست و او اینکه ما تنها اصل بقا انرژی در جهان داریم. کمیت های بسیار دیگری در جهان هست، نظیر شتاب، نظیر سرعت، نظیر وزن، نظیر جرم و بسیار کمیت های دیگر مثل حرارت و الکتریسته و هر چیز دیگری که میتوان تعریف کرد. ما اصل بقای حرارت در جهان نداریم، اصل بقای شتاب در جهان نداریم، اصل بقای وزن نداریم. و اگر داشتن یک اصل بقا دلیل عدم خلقت جهان است، لابد نداشتن اصل عدم بقا در جای دیگر دلیل مخلوق بودن جهان است. به گمان ما این هر دو تا استنتاج باطل است، ولی این دومی رو در برابر اون اولی میتوان عرضه کرد و به خوبی توجه کرد که چگونه سوء فهم آراء علمی و سوء استنتاج منطقی به چه نتایج باطل و سست بنیانی منتهی خواهد شد. نکته نهایی که باید به این بحث بیفزاییم این است که به دلیل اینکه اصول متافیزیکی همچنان که گفتیم به بدیهیات اولیه عقلی بازگشت می‌کنند، بنابراین انکار اصول متافیزیکی به یک محال عقلی منتهی خواهد شد، در حالی که انکار قوانین علمی به چنین محالی برگشت نخواهد کرد. ما میتونیم در ذهن خودمون قانون شکست نور رو انکار کنیم و ببینیم که هیچ ایرادی نداشت اگر جهان به نحوی بود که نور با فرمول دیگری میشکست یا اساساً نمیشکست. چنین محالی لازم نمیاد، هیچ محال عقلی در اینجا نیست. اما اگر قانون اتکای معلول به علت صحیح باشد که هست، در این صورت فرض عدم اتکای معلول به علت یک محال عقلی است، به خاطر اینکه اگر ما معلول رو عین اتکای به علت تعریف کنیم، اون موقع عدم اتکای معلول به علت مساوی این خواهد بود که موجودی که متکی است متکی نباشد و این محال است. به این خاطر یک تست برای تمیز اینکه چه قانونی متافیزیکی است و یا نیست این است که ببینیم نفی او آیا به محال عقلی منتهی می شود یا نمی شود. اینها خلاصه سخنانی بود که ما درباره
قوانین متافیزیکی میخواستیم بگوییم. برای نوبت بعد به اندیشه هایی خواهیم پرداخت که نه علمی هن و نه متافیزیکی و ویژگی های آنها رو توضیح خواهیم داد. تا نوبت آینده خدا نگهدار.